در همین رابطه بردیا افشین همکارم با ما همراه شده. بردیا، تحولات مربوط به روسیه در اوکراین رو دنبال میکنی، این دیدار چه اهمیتی داره در اون چه مطرح شده؟ اهمیتش در اینه که ولادیمیر زلنسکی با وجود تمام تهدیدهای امنیتی که میتونست شامل حالش بشه به اونجا رفته که بخواد توجه جهانی رو جلب کنه به اون چیزی که در خرسون و اطراف این سد شکسته شده میگذره جلب کنه. به هر حال خیلی ها میدونن که بارها شنیدیم طی این چند روز گذشته که چه در واقع پیامدهای کوتاه مدتی خواهد داشت، چه پیامدهای دراز مدتی خواهد داشت، و هرچه هم که میگذره آشکارتر میشه که این پیامدها مقیاسش چقدر میتونه وسیع‌تر باشه از اینکه مثلا چقدر آب آشامیدنی، آب کشاورزی تامینش تهدید خواهد شد، چقدر مثلا الکتریسیتی تامینش تهدید خواهد شد. اما ما شاهد اینیم که مثلا صلیب سرخ بین المللی از این میگه که این مین‌های کار گذاشته شده که جابجا شدن طی این سیل میتونن جان هزاران نفر رو در تهدید کنن، یا در ادامه این آبی رها شده و که به دریای سیاه خواهد ریخت ممکنه محیط زیست رو تحت شعاع قرار بده، که این نگرانی‌های اخیر فعالان محیط زیسته. اما ولادیمیر زلنسکی قبل از اینکه امروز صبح خودش رو به جنوب اوکراین برسونه به اطراف خرسون، در پیغام شبانه خودش سازمان‌های بین‌المللی مثل صلیب سرخ و سازمان ملل متحد رو متهم کرده بود که ناکارآمدن، هیچ کاری نمی‌کنن، و اونجا که تحت چنین بحرانی حضور ندارن به این معنی که اصلا این سازمان‌ها در واقع در کل غیر کار آمدنن، که این انتقادهای تندی بوده از سوی او، و خب این حضور هم برای جلب توجه اونهاست. اما از طرف دیگه یادآوری کنم که بیش از دو سوم مناطق تحت آسیب در مناطقی هستند که تحت اشغال نیروهای روسیه‌ای هستند، و اونجا نیروهای روسیه‌ای میگن که نیروهای اوکراینی رو متهم میکنن که به روی اونها آتش گشودند برای اینکه اونها تلاش کردند که کمک کنند به آسیب دیدگان. از سوی دیگه هم کرملین امروز خبر داده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داره تلاش میکنه که از شرایط آگاه باشه، دنبال میکنه. و خب همه اینها رو که میگیم، همچنان هم همه دولت ها حتی حامیان غربی اوکراینی هم مشخصا نگفتن که به نظرشون روسیه ممکنه عامل اصلی این شکستن سد باشه. ممنونم از تو بردیا افشین.